بحث به صورت توانمندی به منصه ضرور در بیاد که انشالله دیگه از این به بعد ساخت داخل به صلاح پا بگیره و انشالله ادامه پیدا کنه. ما این برنامه مونم این است که انشالله تا خرداد این کار انجام بشه و مجوز سیر با مسافر رو بگیره. گیر بوکس و تا مرحله‌ای که به حرکت به چرخ منتقل میشه رو و سیستم کنترلی قطار رو دانش طراحی روزی هست، دانش طراحی سیستم اینجوری بگم من دکتر 4 5 تا مثلا شرکت هستی شاید میشه بعد بریم تو یواش اون طرف مهم اینه که ما که الان تغییر دانش خوبی داره که به راحتی هر سابونه تغییر به در واقع ملی تفاوتی هم که قابل ملاحظه با TCMS و پکیج اجزا و ایلمان ها در واقع اونجا در واقع هم مونیتور میشه، هم کنترل میشه، هم داده برداری میشه. و اتفاقی که توی این قطار افتاده اینه که برعکس قطارهای قبلی اینه که هر کدوم از واگن ها میتونن مستقل تعریف بشن، تعداد واگن ها میتونه کم و زیاد بشه. سیستم TCMS طوری طراحی شده که خیلی محدودیت مثل قطار قبلی در واقع محل واگن نداریم، میتونیم راحت واگن ها رو از ساختار 3 واگن، 4 واگن، نه هم 8 واگن دارا کوپوت بعضی از کوپوت مناسب به راحتی این رو تغییر بدیم. تست دینامیک شامل هم بیناست دیگه، نوع عمل کرداش اونجا تست دینامیک بله 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 خط فرودگاه این رو چه ساخت 450 نفر تقریبا به دیگه های با فرضی که 9 نفر دیگه بیشه شما رو بایده شما رو یه طرفه توصیه اگه این یه سیستم تعادل رو همیشه اون ایر اسپرینگی داره با فشار کمتر از یه ذره بیشتر از یک بار اختلاف بشه، این ایساهایی هست ایر اسپرینگی که دو طرفه هست، این تعادل این واگن رو حفظ میکنه. خب یکی از نیازهای مهم ما حوزه مترو هست و خودکفایی در این حوزه هم اهمیت خودشو داره، هم به خاطر خود بحث مترو و هم به خاطر تأثیرات جانبی که خودکفایی تو این حوزه میتونه روی سایر بخش‌ها داشته باشه. خب کار خوبی به حمدالله در جهاد دانشگاهی صورت گرفته و الان ما در منطقه شرکت واگن پارس هستیم که از واگن تهران هستیم، عذر میخوام که این 7 واگن این یک رامی که آماده شده با تقریبا 85% تولید داخل یک نصاب خیلی خوبی هست برای خودکفایی. انشاءالله اینها اگر مراحل نهاییش طی بشه و وارد کار بشه انشاءالله که اینجوری که عزیزان میگن تا خرداد ما این اتفاق خواهد افتاد، یک گام مهم دیگر در حوزه خودکفایی برداشته خواهد شد و اون وقت میتونن نیازمندی های مترویی ما در این حوزه توسط داخل تامین بشه که خیلی خبر خوبی است. جهاد دانشگاهی خب به عنوان یک واحد بسیار ممتاز تو اوضاع دانشمندان همیشه تو صحنه‌های مختلف حضور داشته که خب این هم یکی از صحنه‌های حضور اون هست که بسیار مهم هست. شاید یکی از مهمترین صحنه‌ها هم باشه به دلیل آثار درازمدتی که دستیابی به این
ظرفیت داره حتما یکی از کارهای ارزشمند جهاد دانشگاهی است. البته کارهاش محدود به این نیست، خب کارهای خیلی ارزشمندی در حوزه‌های مختلف کرده، برای این هم میتونه یکی از کارهای خیلی خوب باشه. آقای نظیر ببخشید، یکی از این مشکلات پروژه ها تجاری سازیشونه و عقد قرارداد هستش برای به ثمر رسیدن. در مورد این قطار قراردادهاش به نظر شما چه زمانی عملیاتی میشه؟ یکی از حسنای این کار اینه که این در همین شرکت واگن تهران انجام شده که این خب متعلق به شهرداری تهران هست، یعنی درصد یکی از سهامداران اصلیش شهرداری تهران است و یکی از مصرف کنندگان اصلی هم شهرداری تهران است. همین الان هم قرارداد 105 واگن بسته شده که انشاءالله منابعش در حال تامین مسبباتش صورت گرفته و انشاءالله فکر میکنم از نظر منبع مشکلی نخواهد داشت. کاربردی و اینکه نتیجه تحقیقات کاربردی باید تبدیل به فناوری بشه، ببینیم فناوری حتما تجاری سازی بشه و پیگیری بشه تا به کاربرد برسه. تو حوزه فنی مهندسی خب یه به طور طبیعی به علت اینکه ما کشور نفخیز هستیم یکی از زمینه‌های کاری رو صنعت نفت قرار دادیم و در حوزه صنعت نفت فناوری های بسیار خوبی رو تولید کردیم، از طراحی ساخت دکل‌های حفاری نفت تا متاهای حفاری مواد شیمیایی. یک از زمینه‌های خوبی که باز برای فعالیت انتخاب کردیم که تلفیقی از برق و مکانیک بود بحث صنعت ریلی بود. صنعت ریلی ما چه در بحث متروها و یا قطار شهری و یا قطار بین شهری به سرعت در حال توسعه بود. خب ما تصمیم گرفتیم که روی هایتک ترین بخش این قسمت که میدونستیم دیگران نمیتونن روش کار بکنن کار بکنیم، با اون سیستم رانش بود که یه کاری رو با معاونت علمی شروع کردیم در حد پایلوت و تو در زمان تهیه برنامه ششم جهاد دانشگاهی صحبتی رو با مجلس کرد که ما بیایم در زمینه قطارهای مترویی ماده ای رو تو برنامه ششم تصویب کنیم که تا 85% اینها رو بتونیم ساخت داخل بکنیم، یه ماده ای هم برای ساخت آبشیرین‌کنات تا سطح 70%. خوشبختانه با حمایت معاونت علمی و خود حمایت جهاد دانشگاهی و تامین منابع این پروژه تعریف شد که یک رام قطار ملی 7 واگن مترو ساخته بشه که هم بدنش داخلی طراحی بشه، هم سیستم رانشش رو جهاد دانشگاهی طراحی بکنه و شرکت مپنا هم بوجی و یه شرکت به اسم تیوان ترمز ترمز و درب ها رو و حداکثر 18 ماه پروژه مورد افتتاح قرار گرفت و فقط وارد بحث تستای استاندارد شدیم که حالا به علت کمبود امکانات و امکانات تست خب یه خود زمان طولانی شد، ولی خوشبختانه امروز دیدیم که وزیر محترم کشورم اومد بازدید کرد و مورد تاییدش قرار گرفت، کار خوبی که انجام شده. یک از پروژه‌هایی که انشالله علاقمند هستیم اون رو شروع کنیم قطارهای پرسرعت بین شهری است. به هر حال برای اینکه مردم از قطار با بیشتر استفاده بکنن نیاز است که فاصله بین شهرها با سرعت بیشتری طی بشه. الان سرعت معمول عموما تو دنیا 300 کیلومتر بر ساعت است و ما با این تجربه‌ای که رو پروژه قطار متروی به دست آوردیم حداکثر ظرف 18 ماه میتونیم
یه رام قطار سه واگونه با سرعت 300 کیلومتر رو بسازیم. البته خب ریلای ما الان تا توان 200 کیلومتر رو دارن که، ولی ما تا اون 200 کیلومتر انشالله بتونیم این پروژه رو شروع کنیم و ظرف 18 ماه بتونیم تست بکنیم. اگر این الگوسازی گسترده بشه در سطح کشور، من با ظرف قاطع میگم که ما ظرف حداکثر دو تا برنامه 5 ساله میتونیم به همه اهداف و آمال و آرزوهایمون برسیم و جوانای این کشور همه صاحب شغل عزتمند و آبرومند متناسب با درجات تحصیلی خودشون بشن. حتی اونایی هم که مدرک‌های غیر مرتبط دارن میشه با آموزش 6 ماهه 12 ماهه حداکثر 18 ماهه اینها رو آموزش‌های مهارتی داد و اینها مشغول به کار بشن. مهم اون اراده است که باید در کشور شکل بگیره که استفاده بکنه از ظرفیت داخلی و کار رو هم به کاردان‌ها بسپره. ما سال 97 که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم گفتیم ما توان بسیار خوبی داریم، ولی خب وقتی میخوام کارفرماها رو برای انجام کارهای بزرگ قانع کنیم این بسیار زمان طولانی میشه و ما پروژه‌ای داریم که 13 سال براش وقت گذاشتیم. خب وقتی 3 میلیون یورو با حمایت رهبری در اختیار ما گذاشته شد، ما 31 پروژه فناورانمون دست گرفتیم. منابع در اختیار ما باشه ما حتما پروژه ها رو به نتیجه میرسیم و با دست پر میریم سراغ کارفرمایان و اثبات میکنیم که خب توان انجام کار هست. و وقتی کارفرمایان هم ببینن، مثل امروز که برحال وزیر محترم اومد دید که همچین کار بزرگی شده، خب قانع شد که برحال این قرارداد انشالله بسته بشه. ممنونم از اتفاقیت.